ای خدایی که حی ظلمنی و میسن برابرت میگم الله اکبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. عرصمت بر این که حدیث داریم که خاتم الانبیا که به معراج میرفت از آسمان چهارم یه ملکی دیر متوجه شد که رسول اکرم داره به معراج میره، دیر متوجه شد که احترام کنه استقبال بیاد. اومد گفت یا رسول الله، من دیر متوجه شدم که شما تشریف آوردید، به خاطر اینکه دیر متوجه شدم و دیر اومدم عرض احترام و عرض ادب کنم، دو رکعت نماز کنار عرش خونده ام، 20,000 سال طول کشیده. به خاطر این تعللم، به خاطر این دیر فهمیدن و دیر به استقبال اومدنم، اینا به شما هدیه میکنم. پیغمبر فرمود من احتیاج ندارم، خدا انقدر به من داده که من احتیاج به نمازتو ندارم. گفت آقا جون پس به امتت میدم. آقا فرمود امت من یه چیزی دارن که اونا که بگن از این نماز تو بی نیازن. اون چی چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادت نره ها. عرض کنم که امشب قرار شد که هر شب این موضوعی را عرض کنیم. خدای منان، گوش کن تو را خدا، خواهش میکنم به خدا خوب گوش کنید، داره تموم میشه و هم عمر و هم مجلس و یه بهره ببریم از این فضایی که خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، یه بهره ببریم. عرض کنم که در این که ما نبوده ایم و خالقی ما را خلق کرده از شکی نیست، چون همه ما یه روزی به دنیا آمدیم، یه روزی هم میمیریم. در این که ما ضعیفیم شکی نیست، خلق الانسان و ضعیفا، سوره نساء 28. ما ضعیفیم، قندت بره بالا میمیری، بیفته میمیری، فشار بره بالا میمیری، بیفتت میمیری، خون زیاد بشه میمیری، بیفت کم بشه میمیری، یه اسهال، یه دل درد، یه استفراغ، یه وبا، یه نمیدونم و الی آخر، یه سکته، یه تصادف آقا را بیچاره کرده. این بشر اینه. خدای منان، خالق این عالم وجود که در وجود خدای منان شکی نیست، فرمودن قرآنه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. آخه این آسمان و زمین که همه جوری ور نقلم بیده، این منبر همه جوری که نشده که، یکی اینا ساختتش، یکی اینا ساختتش، یکی کاغذ درست کرده بابا، یکی ساختمون را ساخته. خب این عالم وجود که نمیشه بدون خالق و صانع باشه. خدا خلقت کرده و کان غنی عن خلقه. میگه من هیچ احتیاجی به این که بخوام خلق کنم نداشتم، چون مخلوق که نبود، من خدا بودم، حالا هم که هست من خدا هم، نباشتم من خدا هم. خدا خداست، نیاز به ما نداره. اما فرمودن من یک گنجینه ناشناختهی بودم، خلقا خلق کردم که منو بشناسند و بپرستند. هرچه رو به عبودیت خدا بری عزیزتر میشی. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین.
هرچی عبد خدا بشی قدرتت بیشتر میشه، عصا را میندازی اژدها میشه، میگیری عصا میشه، عصا را به دریا میزنی دریا وا میشه، دریا شکافته میشه و الی آخر معجزاتی که تاریخ نوشته. و اون وقت این خدا خودش باید بفرماید منا چجور پرستش کن. بسم الله الرحمن الرحیم، از قرآن شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حالا سوره حمد که باید تو نماز بخونیم، که امام زمان و خاتم الانبیا را میخواد تفسیر سوره حمد. تفسیر سوره حمد، من یه حدیث میخونم ببین چه خبر قصه. من یه حدیث میخونم از تفسیر بصائر جلد اول، شما ببین سوره حمد چه خبره. یه شب ابن عباس به امیرالمومنین عرض کرد یا علی فسر جل قرآن، برای من تفسیر قرآن بگو. همو ابن عباس که شب یه حدیثش خوندم برادون، آقا جو برای من تفسیر قرآن بگو. آقا فرمود شب بعد از نماز بیا ببین برای تفسیر قرآن بگم. به مولات امیرالمومنین قسم راست میگم، حدیث معتبره. گفتش که رفتیم به قبرستان بقی، فرمود بخون ببینم از کجا میخوای بگم برای تفسیر. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بس وایسا. فرمود بسم الله چند تا حرفه؟ گفتم آقا 19 حرفه. بسم 3 تاست، الله 4 تاست، 7 تا، الرحمن 6 تاست، الرحیم هم 6 تا، 12 و 7، 19 حرفه. حرف اولش ب، حرف اولش ب، ب کوچیکم است. اگه از دور ببینید ب کوچیک، ب اول، ب بزرگ نوا، ب کوچیک، ب اول خط، یه ب کوچیک. فرمود میخوام امشب تفسیر ب برات بگم. گفتم آقا بفرمایید. شروع کرد تفسیر با گفتن که انی کل فواره فی جنب البحر، من دم مثل یه فوارم که از میون حوض آب میزنه بالا، یه شیر سماورم در برابر دریا به تلاطم داره میریزه بیرون، داره میگه منم محو تماشا، شب و تاریک و نه قلم و نه کاغذ و همه را امیرالمومنین یاسینش برد تو قبر. گفت یو دیدم سفیده طلوع کرد، صبح شد. گفتم یا علی صبح شد میخوام بریم نماز بخونیم. بشین حرکت کردن بریم نماز بخونیم، از قبرستان بقی بریم تو مسجد نماز بخونیم. گفتم آقا جون تفسیر بای بسم الله تموم شد که فردا شب برام تفسیر سین بگی. فهمو تموم نشد لو شئتو. این فرمایش امیرالمومنینه، میگم روز قیامت جلو منو بگیرید جلو امیرالمومنین، قول میدم مشغول ذمه دم، این گردنم در اختیار شما. محضر خاتم الانبیا و امیرالمومنین روز قیامت من جوابگوی حدیثم. امیرالمومنین فرمود لو شئتو لاوقرت 80 بعیرا فی معنی الباء، اگر بخوام تفسیر باء بسم الله اول قرآن رو بگم 80 شطور، هر شطوری یه خروار کاغذ میتونم بنویسم. این قرآنه و خدا لعنت کند اونایی که این علما بیل دادن دستش بره کشاورزی کنه و یه مش عادی عادی آدم دلال خرا آوردن کردن خلیفه. خدا لعنتشون کنه، چه ظلم به بشریت کردن، به بشریت. چقدر انسان جاهل مرد از این معارف بیخبر. حمدینه فهمود تمام قرآن در حمده، فهمود تمام علوم انبیا و اولیا، تمام کتب آسمانی از آدم تا خاتم همه در قرآنه، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم، صحف موسی، صحف و و و همه در قرآنه، هشت در قرآن سوره حمده. اینش خو هیچی از کار من خو ساخته نیست، تفسیر حمد بگم که نه از دست من ساخته نیست. شما مراجعه کنید به مفصل‌ترین تفسیرا، بیش از 50 صفحه تفسیر حمد نیست، 80 بار شطور، 80 بعیر. نماز سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. میگن که یه کتاب من عرض کردم شبی که مال امام زمان حرف میزدم، گفتم یه کتاب داره مرحومات الله بحرانی به نام المحجه، سیمای امام زمان در قرآن، 120 آیه در قرآن مال امام زمانه، اولش اینجاست. گوش، شیخ صدوق در همون کتابی که معرفی کردم مال امام زمان، چی بود اسم کتاب؟ کمال الدین و تمام النعمه، بخر بخونم. شیخ صدوق حدیث نقل کرده است، قرآن میفرماید که این کتاب شکی درش نیست، هدایت میکند، دست متقینا میگیره، تو بهش پیاده میکنه.
این خلبان خلبانیست که هواپیما را از یزد میپرونه جده میذاره زمین، همه را سالم. این خلبان خلبانیست که اینجا پرواز میکنه نیویورک سالم میذاره زمین. این یه همچه خلبانیه، این یه همچه رانندهیه. این رانندهیست که امشب ساعت 9:30 10:20 کم میشنه پشت ماشین پژو ماکسیما، فردا شب این موقع مشه میذاره زمین. سالم هدن للمتقین، اون متقینی که این قرآن دست را میگیره سالم تو بهش میذاره زمین. کیان نشونه داره؟ نشونه اولش الذین یؤمنون بالغیب، نشونه اولش نیست که به غیب، اونی که دی هست اما دیده نمیشه ایمان داره. اونی که هست اما دیده نمیشه کیه؟ امام صادق فرمود امام زمانه. نشونه اول متقینی که اون وقت زمانه ما امام زمانه، قبلی ها کی بودن؟ جد این آقا امیرالمومنین فرمودن که باطنی غیب لا یدرک، باطن من یه غیبیست که همه کس درکش نمیکنه. امامت یعنی امامت، یعنی خلقکم الله انوارن، یعنی او اطیعوا الامر منکم، یعنی انما ولیکم الله و رسول الذین آمنو، یعنی باطن امامت. ایمان به امامت بعد از ایمان، حالا بازم آیه هست و ثابت میکنم، ایمان به امامت بعد از ایمان به امامت و یقیمون از صلات، نماز. نماز در تمام دو قرآنه، در تمام ادیان، در تمام دین، تمام انبیا نماز بوده. ابراهیم گفت رب اجعل لی مقیم الصلاه من ذریتی، سوره ابراهیمه، گفت خدایا منو بچه‌مو نماز خون قرار بده. یعنی بابا نماز که میخونی، بعد از نماز میگه خدایا این نماز از خون من بیرون نبر، بچه‌مو هم نماز خون قرار بده. دو بابایا امام صادق فرمود من ادا فریضه من فرائض الله فله عند الله دعوه المستجابه، هر کسی یه واجب از یه نماز واجب بخونه یه دعا مستجاب از خدا طلب کار میشه. امام صادق فرمود است، حدیث هم صحیحه. تجربه کن خدا را، من تجربه کردم یافتم، راست تو هم بکن. کاری داره؟ کاری داره؟ نماز ربش علی مقیم مستر و من ذریتی. ابراهیم گفت خدایا بچه آمانا نماز خون قرار بده، یعنی اوی مسلمونا بعد از نماز دعا کن بچه نماز خون باشه. چرا؟ چون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چون نماز اگر نماز باشه انسان از زنا باز میداره، از چچرونی باز میداره، از شهوت دانی حرام باز میداره، از مال مردم خوردن و حرام خوردن و حق و ناس و و و و و و و, و. اگه نماز خون بودن نمیکردند، نماز نمیخونن. چون آدم که میخواد نماز بخونه میگه این چی چیه من دارم میخورم، این پاکه یا نه، این خمساده یا نه، حواسش به نمازشه. چون نمازه مینه غصبی باطل، آب غصبی باطل. خدا میگه موسی اولین باری که خدا با موسی حرف زد در کوه طور، سوره طه رو ببین، میگه یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، سوره طه، یا موسی انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، من خدا آدم غیر از منم در عالم خالق معبود رب رازق مدیر مدبر نیست، فقط منم، چیکار کنم؟ اقم الصلاه لذکری، نماز بخون موسی، نماز بخون سوره طه، نماز بخون موسی. میریم سوره، میریم زمان عیسی، او ابراهیم، این موسی، حالا عیسی، عیسی ابن مریم که پیغمبر آخرین پیغمبر است قبل از پیغمبر ما. بعد از عیسی دیگه پیغمبری نبود تا خاتم الانبیا مبعوث شد. قبل از دین اسلام دین مسیح دین حق است. پیغمبر که اومد و دین اسلام آورد اون دیل خلاص، با بینیر عمل کنید، رساله جدید، کتاب جدید، کاملتر، جامعتر، نورانیتر. میگن که عیسی ابن مریم، خب بدون باباست دیگه، میدونید که سوره مریم ها ببین، عیسی ابن مریم یک بانوی عابده زاهده بیت المقدس و شبه عبادت، روزا روزه، افطار و سحر، از آمن عند الله بخون سوره کل ما دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا يا مريم قال من عند الله. زکریا متکفلش بود، مدید
افطار و سحرش گوشه محراب گذاشته، گفت نه کجا بوده؟ گفت از بلایی که میارن یه همچی زنی. یهو دیدن بی شوهر یه بچه رو دستشه. قالو انالک هذا یا مریم، ای دختر بی شوهر بچه کجا بوده؟ فاشارت اله، گفت خودش بپرس. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، با این بچه دو ساعته به دنیا آمده، یه روزه به دنیا آمده تو گهواره، با چی بگیم؟ خدای من نان میفرماید عیسی ابن مریم یه ساعت دو ساعت به دنیا آمده زبون واکن. قال انی عبدالله، گفت من بند خدایم، یعنی از همون روز داره علم غیب، علم غیب انبیا اینجاسا، از همون جا داره خبر میده، میگه که آینده طرفداران من میان میگن پسر خداست. نه خیر، عبدالله. کی میدونه عیسی ابن مریم کجا به دنیا اومد؟ کربلا یا میدونه؟ کربلا. حدیث صحیح در تهذیب شیخ طوسی، وقتی که جبرئیل اومد گفت مریم بیت المقدس زایشگاه نیست، برو بیرون، وقتی اومد بیرون دستی آورد گرفت آوردش کنار قبر، اینجایی که قبر امام حسینه زایشگاه مریمه، یه سنگم بود برداشتن. نمیدونستی؟ برگشتن هم روی سنگی گذاشتش به نام مسجد براسا، مسجد براسا بغداد که رفته، من رفتم، سنگی گذاشتش روش همونجا همون هست. منظور او وقتی چیزی گم بگم، قال اینی عبدالله حسین ابا عبدالله، هر کی گرفت نوش جونش ردشم. ارسمت بر این که قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کنت، میگن من بنده خدا هم، من خدا پیغمبر قرار داده، یه ساعته به دنیا آمده میگه من پیغمبرم. او وقت چی سفارش چی؟ اوسانی به صلات، گفت اول سفارشی که خدا به من کرده است میگه نماز. اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیان، بعدم سفارش به ننه. میگم آه خدای منان خودشو ننه را بقید، خدا خودش این کارا کرده، به ما مرد مفوز خدا نیستیم. خدای منان چند جا قرآن بابا و ننه بقید خودش گذاشته، میگد که و قضا ربک، سوره اسراء آیه 23، قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، میگد اوی جوون دوتا سفارش بهت میکنم، اول خدا دویون بابا ننه. الله اکبر، الله اکبر. جوونا بهش زیر پا ننه است، یعنی خمشو ببوس بهشتیشو. اینجا هم میگه خدا بهم گفت اوسانی به صلات، اول نماز، دویم برن به والدتی. و لم یجعلنی جبارن شقیا، اگر از این دوتا دستور تخلف کنم یه آدم جبر زورگویی میشم، یه آدم خبیث و شقی میشم. شقاوت سر از شقاوت، سعادت دستی بم نمیشه. نم اول نماز، دویم ننه. اول نماز، دویم بابا ننه. حالا چون مرد عیسی بابا نداشت گفت ننه، و الا اول نماز دویم ننه. اونجا میگه اول نماز دویم، اول دویم بابا ننه. خیلی قشنگ، خدا میدونه دینی قشنگتر از قرآن و اسلام نداریم، به خدا مذهبی قشنگتر از مذهب حق تشیع نداریم، جونی بچه هم قربونش اگه قابل باشن. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. تمام انبیا نماز داشتن، تمام اوصیا نماز داشتن، تمام اولیا نماز داشتن. گوش کن، سوره ابراهیم آیه 37، خونه که میدینا که میگم یاد داشت کن، مراجعه کن، دونه دونه شکر عرض میکنم خدمتتون. خدا ما دوتا پیغمبر داریم، سنی بهش گذشته بوده بچه داره میشونه، که ابراهیم، که زکریا. ابراهیم بعد از نزدیک 100 سال خدا از هاجر یه بچه بهش داد، مأمور شد از طرف خدای منان که این اسماعیل رو با این هاجر برداره بیاره بگذاره کنار کعبه. ابراهیم دوتا پسر داره، یکیش اسماعیل از جد خاتم الانبیا و قریش در حجاز، یکی هم اسحاق پدر یعقوب، و یعقوب 12 بچه و زکریا و سلیمان و داوود و زکریا و یحیی و عیسی و مریم و عمران و و و و و, و در فلسطین. ابراهیم مأمور شد، جبرئیل یه براقی آورد، جبرئیل است و ابراهیم است و هاجر و این بچه هم تو بغلش آورد و تو مس پرواز کرد، مثل هلیکوپترهای امروز پرواز کرد و
از بیت المقدس شهر الخلیل فلسطین کنونی بیان به سمت مسجد الحرام. ابراهیم اومد اینجا و گذاشتش پایین، گفت باید اینجا باشی. حالا زمین صاف نزدیک استواس. خدای منان در قرآن سوره ابراهیم آیه 37 از این پیغمبر بزرگوار اینجوری نقل میکنه: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. حالا بعدشو بعد میگم برات: فجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. حالا بعدشو بعد میگم برات تا اینجا درست کنم برات. چرا میگید نماز؟ چرا نگفت توحید، نبوت، امامت، معاد، روز حج، خمس، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد؟ اینا خب کم نیست اهمیتش. چرا؟ نماز یعنی خدا قبولت دارم، ای خدایی که حی ظلمنی، خلق کردی از منی همچون منی، و میسم برابرت میگم الله اکبر. گفت فجعل افئدتن من الناس، خدای همه مردم نه، بعضی از مردم. ابراهیم شیخ الانبیا، رئیس موحدین، چرا زورت میاد بگی همه مردم؟ نه، همه مردم قابلیت ندارن، بعضی از مردم. من الناس، الله اکبر، بعضی از مردم دلشون قابل است محبت اولاد این اسماعیل که پیغمبر و بچه‌هاشن در دلشون قرار بگیره. وهابیا خودشونا بکشن علی و بچه دوست ندارن، نمیتونن. شمر و یزید و و و و نمیتونه دوست داشته باشه، نمیتونه بابا، نیست، نمیتونه، نمیشه. فجعل افئدتن من الناس تهوی، نگفت محبتا، نگفت محبت، نگفت مودت، گفت عشق. گفت فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، یعنی همین نماز یه درخته مثل این لوستر، یه ریشه داره. ریشش چی چیه؟ ریشش محبت اولاد اسماعیله. اولاد اسماعیل کیان؟ محمد است و آل محمد. خوب گوش کن، این اسماعیل شد 14 ساله، 12-13 سال، 12 ساله شده بود، 12 ساله شده بود. گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بابا جونم تو خواب خدا بهم گفته ببرمت منار، رگادا بزنم، بکشمت، سرتو ببرم. نظر خدا چی چیه؟ یعنی زوری نیست، خودت باید انتخاب کنی، خودت باید انتخاب کنی. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. بابا هر امری خدا بهت گفته و کرده انجام بده، انشاءالله صبر میکنم. رسید تو منا، گوه کاش میشد خدا از این فتوا صرف نظر میکرد. پیر مرد 120 ساله، جوان 14 ساله، سر ببرم چجور بابا؟ سه شب دنبال هم خواب دید، شب 8، شب 9، شب 10. صبح پا شد گفت هاجر خانم. بله آقای من. زینتش کن، میخوام ببرمش به مهمانی دوست. ببین تا کجا رفتن برای این دین، میخوام ببرمش به مهمانی دوست. لباس رو عوض کن، موی سرش رو شونه بزن، ترگل برگلش کن، با آب زمزم شست و شوش بده. حالا زمزمش خود جریان داره، زمزمش جریان داره. گداش زمین، گفت خب بابا جونم میخوام صدا ببرم، این کارت، اینم تو و اینم من، امری نداری؟ حرفی نداری؟ گفت چرا بابا جونم؟ گفت ها، گفت که خواهش اولم اینه که پیراهن ما در بیار خونی نشه، برا مادرم ببر، چون لباس بوبر میداره گای بو کنه، مادرم یادگار داشته باشه. یک. گفت دوم، گفت دوم این که چشمم رو ببند که چشمم تو چشمت نیفته، نتونی کار دا خوب انجام بدی. این دوتا دارن حال پیدا میکنید، دارید میرید کجا، میفهمم چتون شد، تکون خوردید. گفت دوم چشمما ببند که چشمم تو چشمت نیفته، نتونی کار انجام بدی.
گفت سوم، گفت دست و پاما محکم ببند که دست و پا نزنم، نزنم کار انجام بدی. دیگه گفت دست و ببند که یهو دستا نگیرم نزنم ببری. گفت دیگه، گفت کار دا تیز کن که زود نجاتم بدی. خدا تو قرآن سوره صاحب میگه فلما اسلما، دوتا تسلیم شدن. فلما اسلما، دوتا تسلیم شدن، چشما را بس، دستا را بس، پا را بس، لختش کرد و تلعو للجبین، صورت را گذاشت رو خاک، کارد را گذاشت، اما دید نمیتونه نگاه کنه. همه که حسن نیستن که بتونن نگاه کنن. دید نمیتونه نگاه کنه، روشا برگردد و با شدت کشید که یقین کرد از رب بیرون خلاص. خطاب شد جبرئیل خودتا برسون، دستا برگردون نباره. بار دویم، بار سیم، پیر مرد اعصاب، کار داد زد به سنگ، کار تو سنگ فرو رفت. گفت سنگا میبری، گلون آن خلگلان نمیبری. کارد به امر خدا به حرف اومد، گفت الخلیل یعمرنی ولی جلیل ینهانی. تو میگی ببر، خدا میگه نبر، چیکار کنم؟ تو میگی ببر، خدا میگه نبر. خدا چرا به تیر هر ولی نگفتی نبر؟ ماشاءالله بارکلا، مریضا یادت نره، فرج امام زمان یادت نره. خدا چرا با میخه در نگفتی سینه زهرا و محسن؟ آه ماشاءالله بارکالله فداد بشم. اشک در اومد مریضا، اشک در اومد امام زمان، ماشاءالله قربت برم الهی، خیلی قشنگ داری میایا. چرا؟ چرا با تیر نگفتی چشم عباس حیفه بابا؟ چرا با تیر نگفتی قلب حسین حیفه بابا؟ چرا با خنجر شم نگفتی بابا؟ میدونی چرا؟ وقتی که ابراهیم خنجر را گذاشت به گردن اسماعیل، اون کسی که در عالم زر و خلقت نوری عجاب پاشد حسین بود. بلند شد وایساد، گفت خدایا این کعبه تو خون میخواد، اگه ابراهیم کشته بشه پیغمبر به دنیا نمیاد، علی به دنیا نمیاد، فاطمه به دنیا نمیاد، حسن به دنیا نمیاد، این هم دست اسماعیلن، این خونم من میرم تو گودال میدم، این اسماعیل زنده بره، این خونم من میرم میدم. پیغمبرم تشکر کرد، فرمود یا اهل العالم حسینون منی و انا من حسین. مردم حسین به همه عالم حق داره، اینجا به داد اسماعیل و نسلش رسید. لذا تو قتلگاه گفت بیا شم، بیا بابا جون، بیا بیا. وقتی آقا را برگردون صورت آقا تو خاک فرو رفته بود و با شمشیر تو گردن آقا میزد. من چند شب قبل کتاب معرفی کردم، دوباره میگم، مرحوم آیت الله علامه شیخ جعفر ششتری یک کتاب داره به نام خصائص الحسینیه، مواسات، بگیرش بگیرش جوون، مواسات خصائص الحسینیه. این حدیث اونجاست، ترجمه فارسیش اشک روان بر امیر کاروان، این حدیث اونجاست. امام صادق فرمودن که اسماعیل که از زیر کارد نجات پیدا کرد، دوان دوان اومد. مردم وقتی برای جوان آدم مشکل پیش میاد، اول کسی که مشوش میشه مادره. اما اون دل رباب، اول کسی که مشوش میشه مادره. رباب دید آرام نداره، هی از خیمه میمد بیرون برمیگشت، خدا کجا رفت این بچه، کجا رفتن، اینجا خود کسی نیست. یه وقتی بچه اومد تو کن مسجد الحرام، از در که وارد شد اسماعیل میدوید، هاجر هم از کنار کعبه میدوید، وسط مسجد رسیدن به هم دیگه. هاجر نشست، اسماعیل وایساده، گفت مادر کجا بودی؟ گفت مادر به خیر گذشت. تا داشت اسماعیل حرف میزد، هاجر نگاه کردید یه خطی به گردن اسماعیله. یا ابو عبدالله
ماشاءالله بارکلا. نه امام صادق فرمود خدایا اونایی که برای ما داد میزن گریه میکنن رحمتشون کن. ببینم چیکار میکنی امشب، ببینم میتونی فرج امام زمان رو بگیری، شفا مریضایی که میگن رو بگیری. گفت مادر این خچی چیه؟ گفت مادر حالا که به خیر گذشت بهت میگم، این جای چاقوه بابامه. امام صادق فرمود یه شکی به این مادر وارد شد، تب کرد، سه شبانه روز آب نخورد، غذا نخورد، روز سوم از دیدن جای چاقو هاجر از دنیا رفت. امان از دل ربا. حالا هر کی کار داره بسم الله. من سفره قشنگی پهن کردم ها، هر کی کار داره بسم الله. باغ می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست، فصل بی آبیست اما کودکان را تاب نیست. هفت بار آمد صفا و مروه، هاجر آب جست، من که ده ها بار در هر خیمه رفتم آب نیست. بانگ علم ناصر من بی جواب است، ای دریغ در میان خیمه ها لبیکی از اصحاب نیست. مختار به ابو خلیق گفت ابو خلیق تو خبرنگار تو کربلا بودی؟ بگو ببینم جای دلت به حال حسین سوخ یا نه. گفت یکی از جایی که دلم خیلی سوخ اینجا بود. ابی عبدالله داشت بالشکر حرف میزد، یه دید بچه داره رو دستش بال بال میزنه، بچه را زیر عبا گرفت، دنبالش رفتم ببینم حالا چی کار میکنه. وقتی ندیگه خیمه ها رسید کربلا رفته ها، دیدم رباب دم در ایستاده بچه را از بابا تحویل بگیره. ابی عبدالله برگشت، دوباره رفت، برگشت، سه بار رفت، دید رباب نمیره، این بچه را چه جور دست مادر بده. رفت پشت خیمه ها یه قبر کوچکی کند، بچه را میان قبر گذاشت، دیدم رباب داره میدوه، میگه یا حسین صبر کن ببینم چی شد. حالا که تا اینجا اومدم بقیشم برم برات. هر کی هر حاجتی داره تو این قصه بسم الله. گفت دیگه کجا دلت سوخت؟ گفت روز 11 محرم وقتی میخواستن برن، ابو ایوب غنوی فرمانده بیلدارا بود، اومد گفت سرگیر من نیومده ببرم جایزه بگیرم. عمر سعد گفت این بچه سرش چی شد؟ من گفتم من دیدم بچه را ابی عبدالله دفن کرد. اومدن دیدن صحرا همه خاک، بچه پیدا نیست، قبری پیدا نیست. مردم تحویل میگیره بگم یا نه؟ نیزه دارا اومدن نیزه را تو زمین فرو میکردند و در می آوردن. یه نفر نیزه را فرو کرد تو سینه علی اصغر، کشید بالا، گفت بیا پیداش کردم، دیدم رباب نشست روی زمین.